بخش دوم که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم آشنایی با مدالیته تاثیربرداری فوتوآکوستیکه. روش تاثیربرداری فوتوآکوستیک به این صورته که ما اول میایم بافت رو توسط نور لیزر گرم میکنیم. وقتی که بافت توسط نور لیزر گرم شد یه مقدار از نور لیزر توسط بافت جذب میشه. وقتی که نور لیزر توسط بافت جذب میشه یه سری انبساطها و انقباضها توی بافت به وجود میاد و به دنبال این انبساطها و انقباضها یه موج آکوستیک توی بافت منتشر میشه. خب میدونید وقتی موج آکوستیک تو بافت منتشر بشه انگار دو مدالیته داریم، مدالیته تاثیربرداری اولتراسون دیگه، همون مدالیته که توی بخش اول مورد بررسی قرارش دادیم. توی این حالت موج صوتی از بافت‌های مختلف عبور پیدا میکنه، یه مقدارش وقتی به بافت میرسه جذب میشه، یه مقدارش از بافت رد میشه و یه مقدارش هم بازتاب میشه. سیگنالی که بازتاب میشن توسط یه سر ترانسیوسر دریافت میشن و میتونن عمق اون بافتی که میخوایم رو تخمین بزنن. در واقع همون چیزایی که ما توی مدل تی تاثیربرداری اولتراسون داشتیم توی فوتوآکوستیک هم داریم، فقط فرقش اینه که توی اولتراسون ما موج صوتی میفرستادیم، موج صوتی میگرفتیم، ولی توی تاثیربرداری فوتوآکوستیک ما اول بافت رو میایم گرم میکنیم، بعدش موج صوتی دریافت میکنیم. موج آکوستیک گستره فرکانسی از چند کیلوهرتز تا چند گیگاهرتز داره. دامنه موج آکوستیک و فرکانسش به جنس بافت و عمق نمونه بستگی داره. پس ما میتونیم با تنظیم این دامنه و فرکانس بافت‌های مختلف رو توی عمق‌های مختلف بررسی کنیم و همه اونا رو بتونیم ببینیم. از مدلیته تاثیربرداری فوتوآکوستیک تو تاثیربرداری از بافت‌های سرطانی بیشتر استفاده می‌کنن. تو مدلیته تاثیربرداری فوتوآکوستیک ما میایم هم از روش نوری هم از روش فراصوت به صورت همزمان برای افزایش کیفیت تاثیر استفاده می‌کنیم. طبیعتاً همونطور که میدونید این روش غیر تهاجمیه که میاد بافت‌های سرطانی رو برای ما تشخیص میده. تو روش تاثیربرداری نوری همونطور که میدونید نور توی ناحیه فروسرخ پراکندگی خیلی بالایی داره. وقتی که عمق زیاد میشه قدرت تفکیک تصویر کاهش پیدا میکنه. خب ما چون میایم روش تاثیربرداری نوری رو با روش فراصوت با هم ترکیب میکنیم این مسئله میاد یه جورایی برطرف میشه توی روش فوتوآکوستیک. ما گفتیم که با روش شکدهی پرتو توی مدل تی تاثیربرداری اولتراسون میتونیم یه مقداری از این کیفیت تصویر رو بهتر بکنیم. بسیار خب، اگر ما بخوایم کاربردهای مدل تی فوتوآکوستیک رو بگیم، اولین کاربردش تو ساختارهای درون سلولیه مثل میتوکندری و همینطور سلولهای عصبی. کاربرد بعدیش که قبلا هم بهش اشاره کردیم توی تشخیص سرطانه، مثل تشخیص سرطان دهانه رحم و همینطور تشخیص سرطان سینه. یکی از موضوعاتی که خیلی الان روی بورس و خیلی دارن روش کار میکنن تاثیربرداری مولکولی یا همون مولکولار ایمیجینگ. فوتوآکوستیک توی مولکولار ایمیجینگ هم کاربردهای خیلی زیادی داره. توی تشخیص سرطان سینه روشی که بیشتر استفاده میشه روش ماموگرافیه، ولی مدل تی تاثیربرداری فوتوآکوستیک هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تره، هم که کنتراست خیلی بهتری در اختیار ما میذاره. خب توی این شکل توجه داشته باشید، ببینید همونطور که میبینید کنتراست تصویری که ما توی فوتوآکوستیک میبینیم به مراتب بهتر از اون کنتراست تصویریه که توی ماموگرافی میبینیم. همچنین از نظر اقتصادی هم گفتیم ارزونتره که ما از فوتوآکوستیک استفاده کنیم، پس میتونه یه جانشین خیلی خوبی برای روش ماموگرافی باشه این روش فوتوآکوستیک. تو بخش بعدی میخوایم معادلات موج حاکم بر فوتوآکوستیک رو بگیم. وقتی که نور لیزر به بافت میخوره یه سری تغییرات نسبی توی حجم بافت تو اون محلی که نور لیزر بهش خورده ایجاد میشه. اگر ما اون محلی که نور لیزر بهش خورده رو آر اسمش رو بذاریم، از این رابطه میتونیم اون تغییرات نسبی حجم رو به دست بیاریم که دی وی به وی میشه منفی کاپی آر به علاوه بتا تی آر، که توی این رابطه کا ضریب تراکم همدمایی، پی تغییرات فشار، بتا ضریب انبساط حجمی و تی آر هم دما بر حسب کلوینه. ضریب تراکم همدمایی رو میتونیم از این رابطه هم به دست بیاریم. K مساوی CP تقسیم بر رو VS به توان دو ضرب در CV، که توی این رابطه هم VS سرعت صوت، CP و CV ظرفیت گرمایی ویژه تو فشار ثابت و تو حجم ثابتن و رو هم چگالیه. افزایش فشار تو اون نقطه ای که نور لیزر بهش تابیده شده از این رابطه به دست میاد که پی صفر R هست WA R تقسیم بر رو ضرب در CV، که رو و سی وی رو ما قبلا تعریف کردیم. حالا WAR چیه؟ WAR در واقع انرژی جذب شده است تو همون نقطه‌ای که نور لیزر بهش تابیده شده. خب اگر فرض کنیم توی اون نقطه‌ای که نور لیزر تابیده شده ضریب جذب میو ا باشه، WAR از این رابطه به دست میاد، میو AR ضرب در فی آر، که فی آر هم فلوئنس نور لیزر تو اون نقطه‌ای که نور لیزر به بافت تابیده شده. ما توی بخش دوم سعی کردیم که با مدلیته تاثیربرداری فوتوآکوستیک آشنا بشیم. توی بخش بعدی میخوایم با خود تول باکس کی‌ویو آشنا بشیم.